خوش آمدین دوباره دوستای عزیز. ادامه برنامه بامشاد هست و در بخش دکتر شما هستیم و مهمان ما هم دکتر سید کمال جلال در رابطه با پرخاشگری اطفال مقابل والدین صحبت میکنن. امیدوار هستم شما بیننده این بخش ما باشین. صبحتان بخیر دکتر صاحب، خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر، صحتمند و سرحال باشه، دوستایی که میبینن هم خوب و جور و شاد و تر تازه باشن. سلامت باشین، تشکر. در کل میاییم یک تعریف کلی از پرخاشگری اطفال مقابل والدینشان میداشته باشیم، یک مقدمه چینی میکنیم، دوباره با سوال ها رو ادامه میدیم. ببینیم، اگر پرخاشگری یک الگوی رفتاری است که میتونه سیستماتیک مکرر دوامدار باشه و میتونه که تصادفی هم باشه، چیزی را که ما امروز بحث میکنیم پرخاشگری که معمولا سیستماتیک است، دوامدار است، مقرر است پیش کودکا، خصوصا کودکایی که در وسط کودکی خود قرار دارن، یعنی شاید کودکایی که بعد از 4 ساله و 5 ساله و 6 ساله الی 15 ساله و 16 ساله حتی الی بعد از 18 سالگی هم سر این موارد صحبت میکنیم. اینجا مشخصا دو اختلال مطرح میشه و یک بحث بسیار کلی و بزرگ هم است. یکی اختلال سلوک است و دیگهش هم اختلال چالشگری و نافرمانی. معمولا در اختلال سلوک کودکایی که پرخاشگر هستند، برلاوی که پرخاشگر هستند، حقوق و قوانینی که باید نظر به مسن سالی که یاد دارن او را اصلا رعایت نمیکنن، یعنی هم حقوق دیگرا را زیر پا میکنن. معمولا اگر ما برش یک تعریف داشته باشیم میگه که از جمله رفتارهای است که دو مشخصه بسیار عمده داره، یکی پرخاشگری و دوم دیگه نقص حقوق اولیه. نقص حقوق اولیه دیگرا معمولا میتونه که پیش جوانا و نوجوانا هم این اختلال ظهور کنه. 4 مورد دیگه را هم میتونه که همراه خود داشته باشه یا 4 رفتار دیگه را. معمولا پرخاشگری فیزیکی، در پلی پرخاشگری فیزیکی تخریب اموال منزل، چه تخریب اموال منزل از خودشان باشه چه از تخریب اموال منزل دیگرها باشه. معمولا این اشخاصی که این اختلال سلوک دارن دزدی و فریبکاری هم امرایشان می باشه و نقص حقوق اولیه دیگرها نظر به سن سالی که قرار دارن. حداقل به خاطر تشخیص باید در این 4 مورد که ما ذکر کردم حداقل 3 عرض با مدت 12 ماه الی 1 سال ظهور داشته باشه و اینمی اعراض باعث شده باشه که روابط اجتماعی، روابط تحصیلی کلش مختل شده باشه، برهم خورده باشه. معمولا این اختلال پیش پسرها تقریبا چند مرتبه بیشتر نسبت به دخترها دیده میشه. 6 الی 16% کودکا پسرها به اختلال مبتلا میشن و 2 الی 9% دخترها مبتلا به این اختلال میشن. بسیار خوب، و در چی سن بیشتر از این اطفال مبتلا میشن به این پرخاشگری و چی باعث میشه تا اینا مبتلا شن؟ سنی که معمولا پسرها مبتلا میشن بین 10 تا 12 سالگی است، یعنی پسرها زودتر به این اختلال مبتلا میشن و سنی که دخترها به این اختلال مبتلا میشن بین 14 الی 16 سالگی است. عوامل متفاوت در ایجاد از این اختلالات سلوک نقش داره. سر فاکتورهای بسیار بیولوژیک و فاکتورهای مغزش ما صحبت نمی کنم، چرا این برنامه عام معمول است. سر فاکتورهای اجتماعی محیطیش و یا نقش پدر و مادر میخوایم که صحبت کنم. بعض وقت در بعض خانواده ها طور احساس میکنن که تربیت سختگیرانه، وطن به محور که معمولا با رفتارهای پرخاشگرانه لفظی صورت میگره و یا هم با شکل فیزیکی صورت میگره، خودش یکی از عوامل ایجاد کننده یا یک فاکتورهای مساعد کننده به خاطر کودکای هستند که متاسفانه در جامعه که ما شما زندگی میکنیم دیجا پرخاشگری فیزیکی و لفظی به مراتب زیادتر است. یعنی کودکا بیشتر توهین میشن، بیشتر تحقیر میشن، هم در محیط خانه، هم در محیط مکتب، هم در جای دیگه. اگر به شکل فیزیکی توهین تحقیر نشن، مثلا کودکی که شاید 6 ساله و 7 ساله و 5 ساله است غیر همدی یک عمل ناشایسته را از پیش صورت میگره، برای علاوه که زمیرش ایره ملامت کده، زمیر هم کنار بگذاره، خود کودک درک کده که ما کار ندرست را انجام دادیم و جایزه که ما ایره رهنمایی کنیم، رفتار درست کنیم و اونمو حسی که خودش خود ملامت کده کفایت میکنه. ما دیگه هم کودک چی میکنیم؟ تحقیر میکنیم، تنبیه میکنیمش، میزنیمش، دشنام میتیم برش که اصلا چرا این کار کردی؟ چرا از پیش یک گلاس آب در دسترخوان چپا شد؟
بالاخره در خانواده هایی که خصوصا پیش والدینی که از هم جدا شدن یا طلاق گرفتن و همیش یا خصومت دارن، جور جنجالشون هنوز هم ادامه داره، اینی رفتارها هم میتونه که باعث شوه کودکانشان در آینده پرخاشگر بن. والدینی که به مواد مخدر مبتلا هستند، معمولا پدرایی که از الکل و تریاک و هیروئین و چی و چی استفاده میکنن، یا در محیطایی که استفاده مواد مخدر بیش از حد است، یعنی رفتارهای پرخاشگرانه پیش کودکا به مراتب بیشتر دیده میشن. عدم حمایت اجتماعی در خانواده ها میتونه بعضا برلاوی که این مشکلات است، شاید والدین مبتلا به اختلالات روانی دیگه، اختلالات سایکوتیک و اختلالات جنین دیگه مبتلا باشن. این هم میتونه چیز دیگه که معمولا باعث مزه میشه که بالاخره اینمی روحی همدلی و روحی عاطفی پیش کودک صدمه ببینه و برعکس کودک پرخاشگر به وجود بیاید. بعض وقت در کتاب به نام خشونت های رسانه‌ای آمده، هدف از خشونت های رسانه‌ای که این کمک توضیح بتم مسای تفاهم نشه، او ای است که معمولا کودکایی که گیم های را میبینن که با محتوی خشونت دو بیشتر است، بسیار گیم هاست امروز چی از طریق صفحه کامپیوتر ما شما ببینیم، چی از طریق موبایل و آیفون و آیپاد ما ببینیم، و امروز بیشتر است. یکی از او گیم ها اگر ما غلط نکده باشم کلش آف کلاین دام است، همیش جنگ است و انفجار است و تخریب است و اسکار است و توپ و سیار است. ببینیم حتی میگن که شنیدن دوامدار موسیقی هم پیش کودکا باعث از این میشه که سطح همدلی از او پایین بیاید. یعنی قسم نیست یک کودکی که پرخاشگر است، یک کودکی که رفتار نامناسب داره، قطع مکتب و قطع پدر و قطع محیط و قطع معلم مشکل داره، قطع بزرگا مشکل داره، و یک کسی در محیط کار خود مشکل داره، همیشه را ما منقصر بدانیم. دلایلش برای لایه فاکتورهایی که در مغز، مثلا کودکایی که معمولا پرخاشگر هستن، گراف مغزی که از یا گرفته شده، گفته شده که قسمت پیشانی یا قسمت لوب فرانتال مغز طرف راست در حالت استراحت نسبت به کودکایی که پرخاشگر نیستن این به مراتب فعالیت میکنه، یعنی حرکات از این به مراتب بیشتر است، امواج برقی بیشتر است. برای لایه که تغییرات بیولوژیک، تغییرات ژنتیک، ما گفتیم که پیش بچه ها رفتار پرخاشگران نسبتا زیادتر است، شاید میگن یک دلیلش هم جنهای مشخصه باشه که صرف پیش طبقه ذکور ظهور میکنه و باعث رفتارهای پرخاشگرانه پیش میشه. این حالا اینجا قضاوت نادرست میشه، هر کسی که پرخاشگر است بالاخره بجای زی که فکر کنن که چی عوامل باعث ایجاد زی حالت شده، کت از در حالت اجتماع هم در حالت تقابل قرار میگره، پدر مادر هم در حالت تقابل قرار میگره و متاسفانه توهین و تحقیرش هم میکنن. خلاصه میگش که بیادب است. اینی موارد برلایه که کمک نمیکنه، شاید مشکل دیگه هم زیادتر بسازه. کودکایی که این مشکلات دارن شاید مشکلات دیگه، مثلا اختلال ADHD، اختلال یادگیری، یعنی در یادگیری هم یا مشکل دارن، شاید افسرده هم باشن، یعنی برلاوی که پرخاشگر هستن افسرده هم هستن، یعنی دو سه اختلال روانی دیگر هم امراض زی کودکا هست. این حالا ما باید طوری رفتار کنیم که هم اصل مشکل کودک بشناسیم و دلایلی که ما گفتیم که نقش پدر مادر در اینجا بسیار واضح و مهم است، بجای زی که رفتار خودمون بهتر بسازیم و کمک کنیم که برای لبه کودک مشکل پرخاشگری داره یا اختلال سلوک داره و یا هم اختلال نافرمانی و چالشگری داره، افسردگیش چه قسم تداوی کنیم. این کودک ها معمولا در یادگیری اختلال یادگیری، درست خوانده نمیتونن، درست نوشته کرده نمیتونن، شاید درست ریاضی رو یاد نگرن، چه قسم میتونیم که دینی موارد این کودک ها را کمک کنیم. علاوه مزید در چی هست؟ بر علاوه از اینکه شما اشاره کردین که میتونه افسردگی داشته باشه و همچنان بعضی کارهای دیگه را انجام بده، چی گونه ما باید بتونیم تشخیص بدیم از اینکه یک فرد یا یک طفل پرخاشگر است؟ ببینید حداقل مدت زمان بسیار مهم است. قسم نیست که کسی کال برنامه را میبینه و فکر کنه که یک ساعت قبل کودکش پرخاشگر است و حالا تصمیم بگیره که مریض است، اینو باید حتما پیش دکتر ببرم. نه، حداقل در 4 موارد گونمو پرخاشگری فیزیکی است، تخریب اموال منزل است پیش کودک، دزدی و فریبکاری است و نقص یا عدم مراعات کردن قوانین است. درست حداقل در 4 موارد اینی باید که مجموعا 15 عرض میشه، 3 عرضش حداقل برای 12 ماه حضور داشته باشه. مثلا کودکی که پرخاشگر است،
یا همیش پرخاشگری میکنن، چی پرخاشگری فیزیکی باشه، لفظی باشه، حتی از وسایل گرم هم یا نکتیز هم استفاده میکنن. در جریان پرخاشگری معمولا اول کسی است که دعوا رو شروع میکنه. معمولا این کسا هم برای انسان ها بیرحم هستن، حتی برای حیوانات هم بیرحم هستن. من مریضی داشتم کودکی که حدودا شاید که 13 ساله 12 ساله بچه بود، پدر شکایت میکرد که او اطراف زندگی میکردن، معمولا بعض فرمای زراعتی هم داشتن. گفت میرفت در داخل مرغانچه و اوجا مرغا رو میگرفت پایش هم مشکستند. درست؟ یعنی این نسبت به حیوانات هم مردم بیرحم هستند، دزدی هم میکنن، بزار وارد موتر کسی میشن، قصدن وارد اپارتمان کسی میشن، حتی قلف میده میکنن، دوستان خلاصه خرابکاری کنن دیگه. بالکل بعض وقت میخواین که اینمی رفتار خود پوت و کتمان هم کنن، یعنی جلوه بتن که اصلا ما در اجتماع پیش مردم که مثلا وقت حتی تا این اندازه هم هستن که اگر با این کودکا یک روانشناس یا یک درمانگر یا یک دکتر بخواد که مصاحبه کنه، صحبت کنه، اینقدر آرام صحبت میکنن که اصلا آدم احساس نمیکنه که چنین رفتارها را یاد داشته باشن. و یا هم با وجودی که هنوز 13 ساله نشدین و خلاف میل پدر مادر تا نه وقت شب بیرون میمانن، و یا هم اصلا خانه نمیاین، و یا هم یک غیرحاضری یا غیبت دائمی جایی که محل بوده باشان است، چی خانه باشه، چی لیلیا یا جای دیگه، حداقل برای چندین روز، یعنی یک غیبت غیابت دائمی هم دارن. اینی موارد هم کلش دست به دست هم میت، حداقل اینمی اعراض علائم از این جمله را که ملس ساختم، کم از کم 3 دانش با مدت 12 ماه باید حضور داشته باشه. بعد از او و اینمی موارد باعث تخریب روابط اجتماعی کودک و نوجوان شده باشه، باعث تخریب زمینه های تحصیلی کودک و نوجوان شده باشه، بالاخره ما تشخیص میگذاریم که شخص مبتلا به نمی اختلال سلوک است. بسیار خوب. و در رابطه با این هم اشاره داشته باشین دکتر صاحب که رفتار والدین بالای از این فرزندانش چقدر تاثیر می داشته باشه، با این که یعنی بتونن پرخاشگر شون یا خیر. ببینید من در مشروع گفتم که نقش پدر و مادر در ایجاد از این اختلالات بسیار رول داره. حتی کودکایی که میگن خانمایی که از طرف همسر خود، از طرف شوهر خود مورد لط و کوب قرار میگیره، و شما شاهد هستید، شاید شما به مراتب برنامه‌های زنده شده داشته باشه که خانم همیشه از طرف شوهر توهین و تحقیر میشه، چی از لحاظ حتی فیزیکی مورد لط و کوب قرار میگیره. در خانواده‌ای که نی پرخاشگری وجود داره کودکانشان پرخاشگر میان. لطفا کسایی که برنامه را میبینن متوجه از حالت باشن. بر علاوه از این موارد، کودکایی که مورد سوء استفاده های فیزیکی و جنسی قرار میگیرن، این هم یک بحث کلی است. مگر بعضی چیزها را نظر به شرایطی که ما شما در افغانستان زندگی میکنیم یا فرهنگ است یا هر عوامل دیگه که است سر صحبت کنه میتونیم، به مراتب سوء استفاده های جنسی پیش کودکا به مراتب زیادتر است. یکی ارقام درست نیست، و یا ما آگاهی نداریم، و یا کسی سر کسی که خواهی ناخواسته تجاوز شده خودش چی نمیکنه، توضیح و تشریح نمیده، به این منظر که سبا روز احساس یک لکه ننگ و بدنامی برش میمونه. یعنی پیش کودکایی که سوء استفاده های فیزیکی، مورد سوء استفاده های فیزیکی قرار میگیرن و سوء استفاده های جنسی قرار میگیرن، تجاوز بالاشان صورت میگیره، متاسفانه این کودکا هم در آینده شاید اختلالات مبتلا به پرخاشگری و اختلالات سلوک و اختلالات نافرمانی را داشته باشند. یعنی عوامل کلش در ایجاد از اختلال نقش داره. بسیار خوب. و راه حل از چی است و باید چی کارهایی را انجام بدن تا اینکه دور از پرخاشگری باشن و دیگه هیچ وقت به این مرض مبتلا نشن؟ خب چیزی که بسیار مهم است نقش پدر و مادر. در دیگر دنیا معمولا برنامه رفتار درمانی به خاطر از ترتیب تنظیم میشه و چندین نوع برنامه رفتار درمانی است که هم برای خود کودک کمک میکنه، هم به خاطر آموزش دهی برای پدر و مادر کمک میکنه. حتی برنامه های رفتار درمانی برای معلمینی که در مکتب هستند، برای زوا هم جز از این برنامه هستند که کودکان را مورد حمایت قرار میتن. در پلی از این موارد تداوی های دوایی هم ما داریم. مثلا بعض وقت ما رفتار پرخاشگرانه را با انواع اقسام دوایی که آمده و ما نمیخواهیم که نام دوارا را بگیریم، ما با او هم کنترل میکنیم. کودکایی که برای
مشکلات اختلال سلوک و پرخاشگری دارن شاید افسرده هم باشن. با منظور برنامه تداوی علایده وجود داره، کودکایی که امی مشکل دارن شاید که اختلال ADHD یعنی Attention Deficit Hyperactive توجه و تمرکز اصلا ندارن و بیشتر فعال هستن. برای کودکا هم ما تداوی خود داریم، کودکایی که مبتلا به اختلالات یادگیری دارن. یعنی این کودکا هر چقدر که زودتر تشخیص شوند و هر چقدر زودتر به خاطر درمان ارجاع شوند اونم قدر نتیجه درمان خوبتر است. این قسم نیست که بالاخره ما زود مقایسه کنیم که چرا یاد نداری یا چرا بیادب هستی یا چرا بر ما سلام ندادی. ببینید که متاسفانه رفتار خود ما هم اینیم موارد دیگه هم بر علاوه که کمک نمیکنه دیگه هم تجدید میکنه و زیادتر میسازش. یعنی در بهبودی ازی تنها مسئولیت از نقصه نوشتن نیست که کسی باید برای زیاد نقصه نشته کنه و کل بار مسئولیت رو بگرم. اولش خانواده. ما گفتیم معمولا در خانواده ای که در جایی که مواد مخدر بیشتر استفاده میشه و پدر و مادر که هر مواد مخدر استفاده میکنن و پیشروی کودکای خود راحت استفاده میکنن شاید هم یک فاکتور مسئولیت کننده باشه. پرخاشگری که بین پدر و مادر صورت میگره، پرخاشگری لفظی، پرخاشگری فیزیکی، لطکو، حتی آخرین تحقیقاتی که صورت گرفته بود میگفت که کودک اگر 6 ماه باشه و در بستر خواب یا در گواره خود صورت باشه، پدر و مادر با هم پرخاشگری لفظی داشته باشن، پیش از کودک چی میشه که ضربان قلبش به مراتب بیشتر میشه. برای که ضربان قلب بیشتر میشه هورمون کورتیزول یعنی هورمون استرس هم پیش از کودک زیاد ترشح میشه و این باعث میشه که وقتی کودک بزرگ میشه شاید استراب داشته باشه، شاید حملات پانیک داشته باشه، شاید هم که مشکلات دیگر هم داشته باشه. درست است؟ یعنی اینی نقش اجتماعی و نقش پدر و مادر و نقش بزرگان که از کودک مواظبت و مراقبت میکنن اگر درست نباشه کلش باعث ایجاد از اختلال میشه. وقتی که ما سر درمان صحبت میکنیم باید از شروع چندین عاملی که باعث ایجاد شده باید عوامل ما برطرف کنیم. متاسفانه حتمی نیست که هر عامل با دارو و با تداوی برطرف شود. سلامت باشه. این تشکر امیدوار هستم که بیننده عزیز هم متوجه به این حرفا شده باشند و همچنان والدین عزیز و دیگه بیاین دیگه کمو فضا و فضای صمیمیت بسازن و دور از فضای خشم و کینه باشه. تشکر از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه. سلامت باشین. ممنون. تشکر از شما. سلامت باشین. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم.